ریل‌ها در امتداد آفتاب، کهنه قطاری خسته و هزار هزار ظاهر خاک‌آلود، تصویری که شک ندارم تا به حال از پیاده روی اربعین ندیده اید. ما کجاییم؟ شهری کوچک به نام خضر نبیل. کلمه ای که هزاران بار تو این مسیر میشنویم اینه: حلبیکم، حلبیکم یا زوار. اینجا هر کسی هر چیزی رو که بتونه نظر میکنه، هر کسی بیش از حد بضاعت خودش. سهم اول صبح منم یه همسفر کوچیک بود که به کولم سنجابش کردم، نامی که از بچگی باهاش بزرگ شدیم. تو راه همه جور پذیرایی برای وعده صبحانه وجود داره. منو باز با قابلیت هزاران بار شارژ. دنبال یه چیزی میگردم همچین حالم و جا بیاره. باورتون میشه وسط پیاده روی اربعین املت با نون داغ تنوری، همون چیزی که باید پیدا میکردم و پیدا کردم، اونم به دست یه خانواده نازنین عربی. سلام علیکم، مجورین؟ چند سال شما دارید این کارو میکنید؟ اول سال. قبلش چی کار میکردید؟ قبلش توی مراسم نبودید؟ اشتران عبت میدونست میخواد ساختمون بسازه؟ نه، میگن همین برای حسینی درست کنن. اینجا رو گرفتن که حسینی درست کنن؟ بعد این 2 میلیون رو کی پرداخت میکنه؟ بگو سختت نیست؟ یعنی مشکل نداری که میخواییم پولو بدی؟ پول زیاد نیست؟ اذیت نمیشی؟ برکت الامام حسین یه جن حیلی جن ناس دبه نا جیب کنم دبه نا جیب جنر دبه نا جیب دهن دبه نا ناس هیه لو حتی جیب مهجورین مهجورین. شکران شکران. اینجا اونقدر همه چیز خوشمزه است که قطعاً با اضافه وزن زیاد به تهران برمیگردم. به قول رفیقی دلیل این خوشمزگی نیتیه که پشت ماجراست. مسیر جنوب برای خود عراقی هاست، یه مسیر بومی و البته طولانی، اما خوزستانی ها و بر بچه های جنوب ایران هم تک و توک توی این مسیر پیداشون میشه. من آبادان اومدم. اینجا چرا غیر ایرانی کمه؟ دیگه همه قندون مسیر میرن. آها، از مسیر کجا؟ از این سرا. خب از اون مسیر میرن. این مسیر هم خیلی کمه. من اصلا خونه ها اینا. خیلی وقتا مثلا ممکنه یه نفر بگه آقا این همه پیاده میرید پاتون و خستگی و چی آخه؟ کلی وقتتون رو باید بذارید. نه امام حسین ها هر چی برای امام حسین انجام میدیم کمه. یعنی یه ذره نمیشه برای امام حسین.
یه ذره خوبه. کارت چیه؟ من توی یه شرکت پلاستیک سازی کار میکنم. توی پلاستیک از بوشم خیلی خوب. قبلا گفتم خدمت به زوار برای عراقی ها کوچیک و بزرگ نداره. نمونش میشه همین خانم کوچولو که یه بسته دست کاغذی تمام سهمش از این رویداد بزرگ بود. چو اسموک وقتی باهاش هم کلام شدم فقط نگاه هم میکرد. من میگفتم و اون فقط نگاه میکرد، تا اینکه پدرش اومد و گفت دو تا از بچه‌هاش ناشنوا هستند. یه دختر کوچیک وسط اون همه صدا و هیاهو هیچی نمیشنید و فقط با نگاهش از ظاهر پذیرایی میکرد. یه نگاه گیرا، معصوم و پر از ذوق کودکانه. یه چیزی هست که تقریبا همه ما خیلی دوست داریم، اونم چرت قبل از ظهر، یا به قول عربا قیلوله. تو خواب و بیدار بودم که چند تا نوجوان عراقی بالای سرم شروع کردن به حرف زدن. ناصری اومده؟ ناصری. اوکی، بپرس چند روز تو راهه؟ چیکار میام؟ سه روزه که تو راهی. خیلی ما جوونا رو اینجا میبینیم، چقدر جوون زیاده اینجا. تربينا على هذا الطريق، طريق ابو عبد الله حسين، فاحنا نتوارث جيل بعد جيل. جانا نمشي مسيره نمشي يعني ممتاز، نواسي زين العابدين وزينب عليه السلام. هذا الطريق احنا وراح نعلمه لاولادنا واولادنا يعني لاولاد اولادنا. بعضي جابوني عراقي هم اصلا احتمالا نميان اينجا ديگه، دوست ندارن اينجا. ميگن نه همه. همه؟ یعنی هیچ جوون عراقی نیست که اینجا رو دوست نداشته؟ کل عراقی نیست. واقعا؟ علی ما که میایم ایرانی ها وسیله میاریم، چمدون اینا میاریم، اینا هیچی نمیارن. ازشون بپرس که چجوریه وسیله هاتون کجاست؟ نه دیگه نه قره جان آتیزی هم وردی داره، خیلی کمه، کوچولو میاری داره؟ بله شوهی دیگه نه بوان که اینجا تقریبا همه کار رو بارشون رو ول کردن و فقط یه کار دارن، اونم اینه که برن به سمت کربلا. واقعیت اینه که اینطوری هم نیست که تمام مسیر رو ما پیاده بریم، بالاخره یه جایی فقط رو به ریزی هم میکردیم دیگه. الان بریم برسونیم خودمون رو به مسیر اصلی. سلام علیکم. تو شهر خز جمعیت بیشتری رو میشه دید که هر کدومشون دارن به یه سمت میرن. ما آخر نفهمیدیم قراره دقیقاً از کدوم مسیر خودشونو به کربلا برسونن. این شاید جزء پدیده هایی که کمتر تو دنیا دیده بشه. حدود یک ماه و نیم یه کشور کلن تعطیله، یعنی عملاً هیچ اتفاق دیگه توش نمیفته. مردم تقریباً میشه گفت هیچ کار دیگه نمی کنن به ویژه شهرهایی که تو مسیرن، جز این که به این مراسم بپردازن. حالا تو هر مراسمی معمولا یه بخشی از شهر مشغول میشه، یه بخشی خلاصه داره کارهای خودش رو انجام میده، ولی توی اربعین یه شهر کامل تعطیل میشه. بعد همه شهرهای نقاط مبدا تعطیل میشن، میان به سمت کربلا.
ماشین ها و وسایل نقلیه تا اونجا که میتونن زائرانی رو که میخوان سوار بشن و همراهی میکنن. یه پیرمرد با نوش و چند نوجوان عراقی هم سهم ما بودن که تا یه مسیری با ما همراه شدند. یالله واکروح یالله 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 اسمک حسین 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 الحمدلله الله هادي كيف حالك كويس انت زين 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 امشي تغادر الموكب اها نعم 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 يجيب بابا امشي كيف حالك بعد شوي يجي راح يدينا ما اقول کف عراق پر از این جمع‌های کوچیک سیاله که تو مسیر در حال مشیایی هستند. اینجا چادرای مختلفی به اسم موکب زده میشه، اما یه سیاه چادر خیلی قشنگ حواس منو به خودش پرت کرد. سلام علیکم. سلام علیکم. شکرن شکرن. تجورین تجورین. کفر هست کفر هست. شکرن شکرن. بپرس که شما از کدوم عشیره هستید؟ کدوم عشیره؟ يوابر يوابر يوابر. كم عشيره في المنطقه زندگی میکنه؟ كم عشيره ناقبه منطقه يعني بهاي المنطقه؟ كلها يوابر. هاي توبه ويوابر وعبس. جميع العشائر جميع العشائر. بعد شما هر سال اینجا برنامه دارید یا نه؟ كسره 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 نه كسره. اي والله. بعد خزينه های اینجا رو کی پرداخت میکنه پولشو؟ صرف منه جمعنا احنا جمعنا في هذا هذا من ده كان صار لك اينجو برنامه دريد كم سنه صار لكم البرنامج هذا والله صار لنا تقريبا حول يعني من صار من صار من راح من صدام مش لحد التاريخ والله من زمان قديم وقت زمان صدام هم شما میتونستید برنامه بذارید يقول لي زمان صدام انتو لا ممنوع لا 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 ذبحونا منه لا منه 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 هذا ما في هذا كله ما وقت چیکار میکردید تو اون دوره این روزا چیکار میکردید ما نسوي الخاف كل ما نسوي بيت عزا داخلي بالبيت 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 ولی اگر میفهمیدن دارید داخل خونتون عزاداری میکنید این ممنوع بود یا نه میگه لا يدرون بكم يعني بالبيت ذبحونا قل بالبيت واحد سواه ويو شالوه هو عايش كنس راح دو فکر میکنید چند سال بعد بگذره بچه هاتون هم همین جوری هن یا نه دیگه بچه ها اخلاقشون عوض میشه دیگه این مراسم رو برگزار نمی کنن هی دو لمن موت جاین علمو معنی دو ما حد واحد از آخر آن رو میگن دو لمن موت احنا جاین علمو على المنهج مثل المنهج بابت اینکه میزبانی میکنید از زائرا خواستتون چی از امام حسین؟ الإمام رد يسترني زعلني عيد رب العالمين ما أعرف شيء أجر وثواب بس أجر إيش معنى عيد رب العالمين شكرا جزيل مأجورين شكرا شكرا از حسا که براتون گفتم بازسازی کاروان و سرای کربلا هم برای عراقی ها خیلی جذابه. نای صدک توی مسیر یه گروه هایی هستن که ماجرای اسرای کربلا رو شبیه سازی میکنن مثل همون تعزیه های خودمون. الان اینجا یه تیمشون هستن دارن در حقیقت کاراشون رو آماده میکنن و شطوراشون رو آب میدن که برن برای قرار گرفتن تو راه. ببخشید ببخشید بابا. اینو بهش میگن تجابه یا جهاز شطور که روی شطور قرار میگیره تو مسیر طولانی فرد بتونه راحت باشه اونجا مشکل نداشته باشه. و وقتی کسی رو میخواستن خیلی اذیتش بکنن میگفتن بر شطور بی جهاز سوارش میکنن، یعنی شطوری که اینا هیچ کدومون نداره خب رو بدن شطور نشستن خیلی آزاردهنده است. و درباره اسرای کربلا هم همین ماجرا هست، یعنی گفته میشه که توی اون مسیر طولانی اینها رو سوار بر شطور بی جهاز کردن. مشکل؟